آقا یه قراری داریم تو خونه به نام قرار عاشقی. این قرار عاشقی چیه؟ چهارشنبه ها مثلا ساعت 9 تا 10 شب تا 11 شب قرار عاشقی. پنجشنبه ها نمیدونم قرار عاشقی. این قرار عاشقی چیه؟ ها قرار عاشقی دست عهد و عیال میگیری، یه زیارت آقا علی ابن مسرضا، مشعوف میشی از اون فضای پر انرژی و میای، یه سری هم برای زرق و برق بازار میزنی و یه ساندویچک هم تو بیرون شام دعوت میکنه اهالی خونه رو، تو این فضا هم صحبت عاشقانه میکنی. الهی من قربون تو برم خانم گلم، چقدر تو محبت داری به من، چقدر تو عزیزی، چقدر تو دوست داشتنی. پیامبر میفرمان حرفی که مرد به زنش میزنه دوستت دارم هیچ وقت از قلب اون خارج نمیشه. نظم در گفتار، نظم در رفتار، نظم در مدیریت، نظم در بروز احساسات. اقتصاده، اقتصاد یه وقتی داره قایق و یک مسافر سوراخ میکنه، نمیتونی بگی نکن پسر جان، پسر نگاه قایق سوراخ بشه همون میریم تو آب، نکن. اقتصاد اینجا شدید باید عمل کنی و همون جاذبه و دافعه امیرالمؤمنین علیه السلام رو باید عمل کنی. اینجا دیگه تا حضرت میبینن یک جا به دین و به حیثیت اسلام داره قوت عمل میکنه. یه جام بر میداره وقتی حضرت رو غسل میدم، نه پینه بسته سر دوشش، از این کیسه های خلیفه مسلمین امیر المؤمنین علیه السلام رو دوششون میذارن. و اون قصه رو شنیدید که یک به قول معروف مادری که بچه های صغیر داره، حضرت برمیدارم میگن من میام، میگه نه علی باید به ما برسه، اون خلیفه ماست. بعد میره با بچه ها بازی میکنه، میگه شما خمیر درست کنید، نان درست کنید، من با بچه ها بازی میکنم. با بچه ها خلیفه مسلمین با اون عظمتش بازی میکنه، بعد صورتش رو به تنور نزدیک میکنه، میگه علی بترس از آتش جهنم. همون علی میگه، میگه ای مردم سعی کنید مثل علی زندگی کنید. درست است که آن مسئولیتی که در جامعه به گردن من است به گردن شما نیست، معذالک سعی کنید شبیه به علی زندگی کنید. چقدر کار کردم اون شبیه علیه، چقدر رفتارهامون شبیه علیه. تلنگری به من معلم، تلنگری به شما شنوند و بینند. عادت کردم. چرا این کارو میکنی؟ عادت کردم. چرا این جنس گرون رو خریدی؟ آسان عادت کردم. میتونید که خرید زیاد یک بیماریه، یک نوع هیجان سرکوب شده است که با خرید این هیجان امروز به عنوان یک بیماری شناخته شده و روانکاو روش کار میکنه. روانکاو روی مسئله کار میکنه، میخره نیاز نداره، ولی یک ارضاء درونی. من میگم به جایی که هزینه های زیادی برای درمان این بیماری پرداخت بشه که نمیشه چون مسکنه دیگه، بریم خب بیماری رو درمان کنیم. اون یه نسخه میبره مثلا این تومن شما میپردازید برای درمان اون مثلا، ولی بارها این تومن برای سرکوب این دیو درونی پرداخته. خب چرا میخری دیگه؟ زمستون تموم شد، خب پالتو برای چی میخوای؟ هر راج کرده بود. خب مردم حراج میکنن، خب این سال دیگه این رنگ دموده میشه، این مدل دموده میشه، خب مجبور حراج کنه. یکی دیگه هم میگه آخه چرا برای بچه 4 نمره کفش بزرگتر میخری؟ میگه خب خریدم که برای 4 سال دیگه اش هم به درد بخوره. خب تا 4 سال هی باید هر قدم رو دوبار برداره یا با خودشو برمیداره با کفشو باید بکشه جلو. افراط و تفریط. به عادت ها تو این درس میپردازیم که من الان دیگه اشاره تیتروار میکنم. در قدیم مصرف یه رفتار اقتصادی بود، برای همین افراد غنی‌تر بیشتر مصرف میکردن. امروز مصرف وسیله برای ابراز شخصیت، امروز مصرف وسیله برای ابراز شخصیت. اگر دو تا غذا سر سفرش باشه نشانه این که من شخصیتی مدرنیته دارم، و اگر همون نمیدونم قرمه سبزی با پلو رو فقط بذاریم، نه این میتونیم میگن این دیگه خسیسه، این نمیدونم سنتیه. پس مصرف بالاتر شده مدرنیته،
مانتوی کوتاه‌تر شده مدرنیته، لوازم آرایشی بیشتر مصرف کردن شده مدرنیته، ارزش و اخلاق شده سنتی و سنتی ها در معرض اتهام هم. نه کی میگه؟ اگر اونجوری باشه که ما در سال 89 نباید اولین وارد کننده لوازم آرایش در خاورمیانه باشیم، نباید بشیم دیگه، باید مثلا کشورهای مدرنیته اول باشن، ما هم 47 هشتم باشیم دیگه، درسته؟ چرا باید ما بشیم در خاورمیانه اول؟ این مقام دست کشور عربستان و سعودی بود، ما ازش رو بودیم. 4 میلیارد دلار واردات رسمی لوازم آرایش به کشور ما بود، 4 میلیارد دلار. این مقام دست کشور عربستان بود. چرا؟ مصرف یک عادتی برای ابراز شخصیت. بعضی لوازم آرایش خانم‌ها قیمتش بهتر میدونن، اصلا واقعا اون قیمت یک اتکلون 400 هزار تومان. اصلا حالا من دیگه نمیخوام قیمت ها رو بگم و اسما رو بگم و خودشون بلن. چرا؟ چون با این ابراز شخصیت. خب حالا باید هر حرکتی هزینه داره، حالا باید هزینهشو بپردازی. حالا که میخوای ابراز شخصیت بکنی با عادت غلطت، حالا دیگه باید پرداختات بره بالا، حالا دیگه باید، خب منابع که محدوده، که حقوق این آقا که همون قده، حالا پس چی میاد اینجا؟ قسط و قرض به سراغ آدم میاد. و وقتی دستتو به غیر از خدا پیش کسی دراز کردی، دیگه منتظر هر حادثه‌ای باش، دیگه منتظر هر حادثه‌ای باش. وقتی گردنتو به شهر کسی کچ کردی، دیگه منتظر هر حادثه‌ای باش. اون خدا عاشقته، ازش قرضم میگیری نمیدی بهش، میگه اب نداره. یه آدم ها دو تا میگه الله یرزق ما یشاء به غیر حساب، من بهتون روزی میدم، حساب کتابم ندارم. 2000 بندگی آدم ها قرض میده، چک بده. عادت غلط و تکرار عادت غلط برای ابراز شخصیت. و اینجاست که قسط به کمک ترویج فرهنگ مصرفگرایی میاد. وسایل ما را بخرید بدون پیش پرداخت در 10 قسط. خب من در 10 قسط میخوام بگم. حالا میده تا داستان اینجا شروع میشه، اون که یک رپورتاج آگهیه. حالا خب بابت این شما باید حالا سود بپردازی دیگه، شرعیه یا شرعی نیستم دیگه، میره کنار دیگه. چون عادت برای ابراز شخصیت هزینه داره و فشار خانم رو آقا برای که بیشتر به داخل خونه بیاره بیشتر. حالا دیگه این آقا خیلی هم مواظب نیست که حالا اینه که دارم میگیرم، این سودی که دارم میپردازم، از مرجعم سوال کنم آیا این مأخذ شرعیش درسته، آیا این که دارم میپردازم درسته درست نیست، دیگه اینم گفته نمیشه. حالا دیگه میگیره و میده و سود میده، یه دفعه به خودش میاد میگه وای به جمع ربا دهندگان پیوستم.